یا مایل بودن حرف نزنن. من نمیتونم به اونا حقنه بکنم، دستور بدم. نیست که بخوان مایل نباشن. آقای گولی عزیز، هنوز هیچ کس فیلم عنکبوت مقدس رو ندیده. برادر من از کلان اولش معلومه. شما دیدی فیلم آقای فهیم، آقای فهیم بگم تفسیری که خود رسانه‌های اروپایی. آقای فهیم سی سنی وقت آقای مدقق، من منتقدم. یه پلان فیلم به من میگوید فرم این کار چیه. من دوال پیام فیلم میسم، پیام فیلم روشنه. شما پوستر فیلم رو ببین، سجاده رو ببین، گرافیک رو ببین. اصلا من یه نکته از این بگذرم آقای مدقق، اگه من آوردی اینجا وقت باید بهم بدی عزیز من، وگرنه دفعه دیگه من دعوت نکن. ببین اینو دارم بهت میگم، 5 تا نهاد با قدرت پولی از 90,000 یورو تا 400,000 یورو پول گذاشتن این فیلمو ساختن. خب لابی هم کردن تو فیلم. فیلم نیست برادر من، یک پیام تلگرافی درباره توهین به همه آدما. اسمشو فیلم نذارن، برای هر کاری میخوان بکنن. نکته دیگری که من به عنوان جنبندی خدمتتون بگم، صحبتی که دوستمون آقای گبلو گفت و من به شدت نسبت میمتدم، این صحبت 40 سال ریلگزاران سینما ایرانی رو گفتن که آقا اگر ما بخوایم موفق بشیم باید از کن عبور کنیم. کن چه کشکی؟ مخاطبین جهانی برادر من، شما ما باید فیلم بسازیم کن سینما. اصلا خود فیلم های کن رو هیچ که مردم دنیا نبینن. شما از همین از میان گذرگاه باید رد بشید. کدوم کن؟ اصلا کدوم فیلم ها شما تونستید به خود فرانسه در اروپا نمایش بدید؟ اجازه بدین، خود فرانسه فیلم های کن رو نمیفرست اسکار، مال خودش رو سال گذشته بی نوایان رو فرستاد اسکار. ما باید به دنبال این باشیم که شبکه های تلویزیونی فیلم های ما رو بخرن. مخاطبین جهانی مهمه، نه کن. ما باید فیلمی بسازیم همین منطقه، همین فلسطین. از چه طریق باید فیلم ما رو بگیرن؟ از کن میرن؟ از بازار فیلم باید برن؟ این بحث رو میتونیم، بحث این بحث رو قطعا باید حضور با برنامه‌ای باشه. شکی نیست، چون اما به شدت هم ضد فرصت. اگر ما نه، اگر ما در فرصت اگر فیلم زرنگی نیست برادر من، او زرنگی نیست. ما باید اول فیلم برای مردم بسازیم، در اینجا مردم ما ببینن، بعد حتما مردم منطقه میبینن. هن کشکی چیه؟ خیلی خیلی متشکرم.